سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سرحال باشید و مثل همیشه پر امید. مهدی هستم، ادمین کانال، با یه ویدیو محتوای جدید دیگه در خدمت همه شما رفقای گل هستیم. قبل از اینکه بخوام در مورد ویدیو صحبت بکنم، باید بگم که یه توضیحاتی من دادم که و در یک ویدیو آماده کردم، این در کانال سوممون گذاشتم. الان عکس کاور اون ویدیو رو هم میبینید و من در این ویدیو کامل توضیح دادم که ما و کانال ما دیگه به هیچ وجه به صورت لایو دادگاه حمید نوری رو پخش نخواهد کرد و همینطور خلاصه هایی که آماده میکردیم براتون رو هم فعلا دیگه در نظر ندارم پخش بکنم، چون این اتفاق انقدر روی روحیه ما و اعضای تیم اثر گذاشت که بیخیال شدیم که اصلا خلاصه و اصلا در هر چیزی که در مورد پخش دادگاه هستش یا خلاصه دادگاه هستش اینا فعلا بیخیال بشیم. البته اطلاع رسانی در مورد دادگاه خواهیم کرد، اما همونطوری که عرض کردم دیگه اون پخش مستقیم و خلاصه ها را نخواهیم انجام نخواهیم داد. البته یه قسمت از خلاصه دادگاه حمید نوری رو از قبل آماده کردم که اونو هر وقت آماده شد فکر می‌کنم امشب یا فردا من اطلاع رسانی می‌کنم، در کانال دوممون حتما آپلود خواهم کرد. اما اگر خواستید دلایلش رو بدونید میتونید به کانال سوم ما برید، لینکش در ذیل همین ویدیو هست. کانال سوممون میتونید برید به کانال سوممون و همین ویدیویی که کاورش رو الان واسهتون گذاشتم رو خودتون گوش کنید و ماجرا رو متوجه بشید. و اما میریم سراغ ویدیو و محتوایی که الان براتون آماده کردم. همونطوری که میدونید خب شاهدین زیادی اومدن توی دادگاه حمید نوری. بسیاری از اینها قربانیانی بودن که با حمید نوری سالها زندگی کرده بودن به نوعی و حمید نوری بسیاری از اینها رو شخصا شکنجه کرده بود و باز هم بسیاری از اینها توسط حمید نوری به سوی هیئت مرگ و راهرو مرگ برده شدند و هیئت مرگ رو از نزدیک دیده بودند. همینطور رفتار حمید نوری و ناصریان یا قاضی مقیسه رو دیده بودند و روایت های تلخ و تکان دهنده بسیاری دارن. خیلیش در دادگاه شنیدیم، بسیاری از اون روایت ها هم به علت کمبود وقت که دادگاه داشت رو نتونستیم بشنویم. من تصمیم گرفتم که به مرور با این شاهدین، حالا نیم ساعت، یک ساعت، 40 دقیقه، هر چقدر که کشش داشت، یه گپ و گفت دوستانه، نه گفتگوی رسمی، یه گپ و گفت دوستانه ای بزنم باهاشون به صورت تلفنی و به صورت خاص در مورد حمید نوری ازشون بپرسم، در مورد شخصیت حمید نوری که چرا این بابا اینقدر چندشه. این بزرگترین سوالم بود اول از همه. و اینکه الان حالا اون دوستانی که دادگار تا به الان مخصوصا دفاعیات حمید نوری دنبال کردن، این مشخصه ها و مؤلفه ها رو کامل درک کردن، یعنی چندش بودن، بیرحم بودن، متملق بودن، دروغگو بودن این شخص و وقیح بودنش، اینها چیزایی هستش که من فکر میکنم همه و 99% از بچه‌هایی که این دادگاه رو و دفاعیات رو دنبال کردن کاملا احساس کردن که در وجود این جاندار هستش. و خب خیلی جالب هستش که یکی از قربانیان که اون سالها رو درک کرده، حمید نوری رو از نزدیک دیده، اون برای ما تعریف بکنه حمید نوری الان رو با حمید نوری اون سالها، که آیا ما حمید نوری که الان میبینیم این به هر حال مشخصات شخصیتی رو به واسطه دفاعیاتش برداشت کردیم، آیا درست برداشت کردیم، آیا واقعا این آدم انقدر بیرحم بوده، انقدر چندش بوده، انقدر دروغگو بوده و متملق بوده، چاپلوس بوده، در اون دوره چیکار میکرده و خاطراتی که نشده که در دادگاه تعریف بکنن رو در این سلسله برنامه ها من سعی میکنم که از این شاهدین بپرسم و یه پکیجی آماده بکنیم که ماندگار باشه انشالله به امید خدا. و اولین قسمت رو با آقای مجید جمشیدیت، یکی از شاهدین دادگاه حمید نوری همراه هستیم، با هم گپ و گفت دوستانه رو میشنویم و بعد برمیگردیم.
خب آقا مجید، ما از کجا شروع کنیم؟ از همین چیز شروع کنیم. همین سوالی که الان ازت پرسیدم داشتی توضیح میدادی، این از اول توضیح بده. این چند بار توی دادگاه مطرح شد که شما چند نفر حمید نوری رو بیرون از دادگاه دیده بودن؟ یکی از کسایی که دیده بود شما بودید که خودت هم البته اومدی تو دادگاه نقد کردی. اینو اگه امکان داره، حتی چون اونجا وقت نبود مفصل نتونستی تعریف کنی، اینو یه بار دیگه برام تعریف کن. واقعیت اینه که حمید نوری، من فکر کنم تنها کسی هم که در سه مقطع حمید نوری رو دیدم. و اگر ما میبینیم که تو دادگاه و کلا یا دادستان این به این موضوع اهمیت میده، من به شما هم زحمت دادم چند بار اینو قبلا هم براتون اصرار کردم. دلیل اصلیش اینه که اینا میخوان هویتی رو که این انکار میکنه رو در از تایید کنن. و اگر دیدین تو همه شاهدا و شاکی ها سوال میکنن اینو میشناسی یا اونو میشناسی، به خاطر اینکه باید این هویت ها به شکلهای مختلفی تایید بشه. آهان، از این جهتی که میپرسن تو خیابون دیدیش یا نه؟ به این دلیله. بله، این اصرار، نه حتی خیابون، حتی ماها رو هم دیگه. مثلا توی دادگاه من اگر سوال میکنن تو آقای مهدی زاده رو میشناسی، یا برعکس از آقای مهدی زاده میپرسن تو فلانی منو میشناسی، علت این پرسش ها تایید کردن هویت ماست. برای اینکه طبعا این داره هویت همه ما رو زیر سوال میبره با وقاحت، و ما میبینیم دیگه اصلا به این استعلام میگیم اینا زندان بودن یا نبودن. من همونجور که گفتم فکر میکنم تنها کسی بودم که در سه مقطع اینو دیدم. اول سال 62 اوائل کارش که این اومده به عنوان پاسدار معمولی بود، و بعد چون خب خیلی خوش خدمتی کرد و اون شکلهایی که اینا تو زندان بالا میرن و حالا کلن تو سیستم جمهوری اسلامی آدم رو بالا میرن، بر اثر خوش خدمتی که داشت، این رسید به معاونت ناصریان، که ناصریان دادیار بود، یا همین مقیسه امروز که در واقع قاضیه مثلا. بنابراین با ناصریان بالا اومد و به طبع اواخر قزل حصار این وارد در واقع بحث دادیاری شد با ناصریان، که همراه با ناصریان در زندانی ها این همه منتقل شدن به گوهردشت. و توی گوهردشت خب این تو تمام اون جریانات قبل از قتل عام 67 همراه بود، تو تمام مسیرها، تنبیه ها، اتاق گاز و همه داستان ها حضور داشت. انفرادی بودن. متوجه نشدم چه سالی معاون ناصریان شد؟ از حدودای سال 64 این معاون ناصریان خب شد. خب اون سال اوین بود یا گوهردشت بود؟ حصار اواخر سال دیگه، ما 65. آهان، قزل حصار بود؟ بله. یعنی قزل حصار، مجید جان ببخشید من اینا رو میگم چون مهمه، توی قزل حصار کار میکرد یا اینطوری بود؟ حصار هم معاون، آره معاون ناصریان بود. آهان، سال 66. اظهاراتش که آخه این کلن هیچ کنه قبول نمی کنه، میگه من همش اوین بودم. گفت یه جایی اگر یادتون باشه توی یکی از اظهاراتش گفت که من فکر میکنم این وکلاش به خاطر اینکه خیلی در واقع خرابکاری میکنه، بعضی وقتا سعی میکنم کنترلش کنم. اگر دقت کردی توی یکی از اظهاراتش گفت چرا از قزل حصار از من نمیپرسید؟ قزل حصار اینجا خیلی مظلوم شده، راجبش صحبت نمیشه. خب الان اونجایی بودی که معاون ناصریان بود و اون بحث اتاقای گاز و اینا رو میکردی. خب 64 همراه با ناصریان و تمامی زندانی سیاسی که قزل حصار رو تعطیل کردن از زندانی سیاسی، منتقل شد به گوهردشت و بخشی از زندانی هم رفتن اوین. در اون سال توی زندان گوهردشت این دیگه درگیر آخرین تحولات زندان بود، که بچه ها رو تنبیه میکرد، اتاق گاز میبرد یا کارهای اداری میکرد، چون که خودش میگه کارهای ببر و بیار و کارهای دفتری دادیاری میکرد، که خود به سال 67 به تب تو این ایام از 65 تا 67 با ما بود. و من این دومی مرحلهی بود که من اینو میدیدم توی اونجا. حالا داره انکار میکنه، اون عکس قدیمی هم که تو دادگاه به من نشون دادن سیاه‌سفید و خیلی خراب بود، میبینید که عکسای قدیمی خیلی قابل شناسایی نیست. که اون رو پیرن عثمان کرده بود که اینو نشناخ، دلیلش هم این بود. و تنها کسی که تو اون جمع بود و من نشناختم فکر کنم محسن زادشی بود،
که خیلی عکس کهنه بود. در هر صورت این بحث شناختن همدیگه به خاطر اثبات اینی که ما واقعا هویتمون یه زندانی در درجه اول بودیم، در درجه دوم اینو دیدیم. و خب در مورد همون بیرون رفتن رو داشته میگفتی که بیرون دیدیش. آها، این 67 بعد اعدام ها که ما با این همچنان درگیر بودیم که دیگه این کار همجوری خودش هم داره میگه دیگه، تو داستان های آزادی و مرخصی و ملاقات و کارهای زندان به هر حال این یکی از فعالا بود. تا به هر حال من سال 70 با پایان گرفتن حکمم آزاد شدم. 10 سال و چند ماه. آها، شما حکمت گذاشتی تموم بشه آزاد شدی، درسته؟ دست ما که نبود. بله، بهتر من 10 سال، سال 60 شهریور 60 دستگیر شدم، آبان 70 آزاد شدم که بیش از 10 سال و 2 ماه. و بعد از آزادی من، اینو من نمیدونم دقیق تو دادگاه هم گفتم 72 بود 71 بود که تو خیابون عباس آباد دیدم. و این تنها باری بود نبود که ما اینا رو دیدیم، حتی یه مراد نامی بود، یه حاجی مرادی بود که آره من میخوام همینو کامل هر چند بار که دیدیشو اینو کامل تعریف کنی برامون. اینو من همون یه بار بیرون دیدم، ولی بچه های دیگه هم دیدنش. ولی من در 3 مرحله تنها کسی هستم که در 3 مرحله دیدمش. حالا بعضی ها سال 62 اینو ندیدن، 67 دیدن و بیرون، بعضی ها فقط 67 دیدنش. خب همین 3 مرحله رو همین 3 مرحله رو عرضم اینی که همین 3 مرحله رو تعریف کن. 62 بود که گفتم تو اتاقای دربسته زندان اوین به معروف آموزشگاه که خودش هم توضیحاتشو داد. مقطع دوم 67 65 تا 67 بود که اعدام ها شکل گرفت و این ادامه پیدا کرد تا 70. یعنی در واقع از 65 تا 70 ما مداوما با این سر کار داشتیم. و بعد بحث مرخصی ها پیش اومد. من این رو البته دادگاه توضیح ندادم، مادر من فوت کرد بعد از قتل عام 67، خدا رحمت کنه. همون بحثی که اجازه شو به من ندادن و من رو با اسلحه تحت الحفظ با دمپایی چند تا مأمور بردن به زهرا و این کارا رو این انجام میداد دیگه در مقطع که من تنها با میگم دمپایی تو خاکای به زهرا سر قبر مادرم رفتم و برگشتم. و بعد از سال 70 من فکر میکنم 72 بود که من این خیابون عباس آباد برای مرحله سوم دیدم. و این وقتی بود که این سریع، چون اینا به هر حال میترسیدن، همونجایی که ما دیدیم مثلا لاجوردی هم ترور شد و اینا از زندانی که خودشون میدونستن چه بلاهایی سرشون آورده، این وحشت رو به هر حال همیشه داشتن. این وقتی تصادفا منو دید و قطعا منو شناخت و دیدید که توی دادگاه هم چند بار اسم من که خیلی هم سخته درست تلفظ نمیشد، این اصلاحش میکرد، خیلی هم دقیق و درست اصلاح میکرد که شاید دوستای منم به این دقت نتونن اسم فامیل منو اصلاح کنم، بعد میگم من اینو نمیشناسم. ولی منو شناخت توی خیابون عباس آباد تو پیاده رو، منو شناخت، یه خورده هول شد و بدون اینکه من سوالی کنم خواست بگه که دیگه زندان نیست. گفت من توی کار معدنم و رفتم توی معدن و معدنداری و اینا، که خب جالبه خودش هم توی دادگاه ترسید. آقا مجید تو رو تو خیابون دید؟ حس ترسی داشت. من میگم حتی من زندانبانای دیگه هم بیرون دیده بودم اینجور وحشت میکردم. شما احساست چطور بود وقتی دیدیش؟ فقط چندش جان؟ فقط یه حالت چندش، یه حالت نمیدونم، یه حالتی که بالاخره این بعد از مدت، چون به هر حال این شکنجهگر شما بوده دیگه، خب احساسات خیلی باید عجیب باشه. به هر حال به عنوان آدمی که همیشه بالا به ما نگاه میکرد، لااقل اونجا تو اون خیابون برابر من بود، مساوی بود، و به همین دلیلی که با هم برابر و مساوی بودیم من ترسید نداشتم. ولی اون ترسید دیگه اونجا نه اسلحه‌ای نه حفاظی نه کمکی نه چیزی دستش نبود که بتونه بهش بنازه، یه مقدار وحشت زده شد و گفتش که من تو معدنم. و این نکته‌ایه که تو دادگاه خواسته ناخواسته خودش هم گفت، یعنی گفت که من از زندان اومدم بیرون و رفتم تو کار معدن و شباش ساک ساک پول می آوردم خونه. و حالا بگذاریم که بعدها در واقع میشه کارچاخون ناصریان و سیستم قضایی با
بیرون برای گرفتن. بله اون اگر خاطرت باشه دامادش با تو مصاحبه‌ای که با بی بی سی با جیار گل داشت گفته بود، یعنی این دختر خوندهش که حالا اصلا اساس دلیل این دستگیریش این اختلاف دختر خونده و این دامادش بود، اون دامادش به جیار گل میگفت که دختر خوندهش به همین آقای داماد گفته که هر وقت کاری داشتی، یعنی اگر آشنایی داشتی یا کسی بود که زیر حکم اعدام بود بگو بابای من میتونه اینو درست کنه این داستان رو. یعنی مثل اینکه از این کسایی که زیر حکم بودن مخصوصا حالا اون متهمای مواد مخدر که حالا تمکن مالی زیادی هم دارن خرج میکنن، این از اون آدمایی بوده که این حکما رو چیز میکرده دیگه، پس و پیش میکرده و اعدامو تبدیل به ابد و اینا میکرده. دختر خونده حمید نوری رو من توی ایران ملاقات کردم. این خانم برگشت گفت اگه یه روزی روزگاری تو ایران شما یا دوستاتون حکم قصاص داشتین به من بگو، من یک نفر رو دارم با یه مبلغی این حکم رو برمیگردونه. تصیف رجله. اون فرد با نفوذ حمید نوری پدرخوانده خانم سابق هرش صادق ایوبی بود. هم تو اون حکم کار میکرده، هم این اموال مصادره ای که به هر حال از قدیم ایام مثلا طرف مال پدر بزرگ مادر بزرگش بوده تو ایران و این میافتاده دنبال این گرفتن آزاد کردن اون حکمای مصادره ای اموال و املاک و اینجور چیزا. خب کارش این بوده به هر حال بتونه لای اینها درآمد ایجاد کنه. خیلی هم میگن پول داره تو ایران. بله آقا مجید من یه بفهمید توی مسیجایی هم که توی دادگاه من خودم هم خوندم وکیلم به نشون داد، این یکی از چیزاش این بود که حتی به یکی از این همکارای قضاییش به قول خودش میگه که اگر با شوخی که اگر تو مراسم افتتاح من نیای من به رئیسی میگم که اخراجت کنه. یعنی ارتباطات تنگاتنگش با رئیسی، من این خودم این مسیج خوندم، ارتباط تنگاتنگش با رئیسی و در واقع سیستم قضایی و این ناصریان تا این آخرین لحظه ها وجود داشته. بله حالا شما بفرمایید. آره. خب دوستان قبل اینکه بریم حالا ادامه صحبت‌های آقا مجید رو داشته باشیم، اولا که من عرض کردم من سعی کردم گپ و گفت حالت دوستانه داشته باشه، بابت این مثلا ادیت هم نکردم، همجوری یه تیک گذاشتم که شما هم این احساس رو داشته باشید که یک گپ و گفت دوستانه است، به این دلیل که اگر رسمی باشه من این احساس رو بارها کردم در حین صحبت با این دوستان که مخصوصا قربانیان حمید نوری وقتی رسمی میشه اینها اونجوری که باید و شاید تعادل ندارن، تعادل از این جهت که تمرکز ندارن و نمیتونن اون روایت رو چیز، ولی وقتی دوستانه باشه یه فضای اینجوری باشه خیلی راحت تر میتونن اون درونیاتشون رو بروز بدن و من خیلی دوست داشتم که این جو رو برای آقای جمشیدیت مهیا بکنم و مثل دوتا دوست با هم دیگه صحبت بکنیم و این روایت ها رو برای یه دوست انگاری داره نقل قول میکنه و از این جهت خواستم که این نوجب باشه. قبل اینکه بریم ادامه صحبت‌های آقای جمشیدیت رو بشنویم، بریم دفاعیات حمید نوری وقتی که دادستان در مورد همین آقای جمشیدیت ازش میپرسه که شما ایشون نقل قول میکنه که شما رو در خیابون دیده و اینها، بریم دفاعیات حمید نوری هم بشنویم ببینیم چی میگه. Jamshedat, han berättar ju att han ser det på en gata i Teheran av en slump. Kom på en Jamshede... Majid Jamshede. Majid Jamshede. Bale. Jamshediat, ja, Hatchkes. Men jag ska säga att jag tror att jag har en Och han uppfattar att du känner igen honom. Ishon mycket att... Ishon mycket att jag har en känner. Är det här en situation som du kan komma ihåg? En vaziyat är att jag har bejamiarit. Du råk mycket. Nej, han ljuger han också. Ehtemål dör man att få dig det varsan. Det kan hända att jag har träffat människor. Ehtemål han dör för zendon jag man att det varsan. Det kan hända att de intagna har sett mig. En ehtemål dör. Det är fullt möjligt. Eller då snackar jag så mycket drog. Men den här historien berättas när han berättar det är lögn från början till slut. Jag har Hamid Abbasi där skjavan Abbas Abad i Teheran. Han säger att han har träffat Hamid Abbasi på en gata i Teheran som heter Abbas Abad. Hamid Abbasi förut gav till mig att jag inte kan jobba med honom. Att man tärsit. Och då Hamid Abbasi har blivit jätterädd för honom och sagt att han inte jobbade i fängelset längre. Men han säger att han Hamid Abbasi tärsit. Vad tror ni? Är Hamid Abbasi en fake person? کسی که از 21 سالگی میره تو زندان اوین ترسوه؟
en person som har jobbat i Evin fängelset sen 21 års åldern. Är den personen feg? Drogue. Han ljuger. Chera? Varför? عکس این زندانیان ورزشی رو شما نشون مجید جمشیدیت دادید. دن هر نی ها بیست فوتوگرافیت آف دوم هر ایدروتانا تیل مجید جمشیدیت. سه تا زندانی تو اون بود. ده فانس تری فونگر بلند دن ایده هر فوتوت. نشناخت اونا رو. هنشنده ایت دون. یک فاجعه است. هنشنده ایت یه دوم. ده یه از این کاتاستروف. که شما بهش بگید کاستاتروف یا همچین چیزی. Ni kallar det för katastrof eller någonting sånt här kallar ni. Hon har en nashnok. Jag kände inte igen dem. Hon hade ju suttit i samma fängelse i hela 10 år. Han menar att han kände igen Hamid Abbasi. Kan ni verkligen sätta tilltro till det han säger? Manusher Esaghi ro nashnok. Han kände inte igen Manusher Esaghi. حسین ملکی رو نشناخت. اشنده انت حسین ملکی. محسن زادچی رو نشناخت. محسن زادچی شنده هن انت هر. ولی حمید عباسی رو رو چشمند که 33 سال پیش دیده. من حمید عباسی سام انا ست یانم اوگون بینده فرکتی تری اورشن از او عکس پاسپورتش بعد از 33 سال شناخته. یه نه یه نه هن تیتر پو هنس پاسپورتو. به حرف اینا اعتماد نکنید. Sätt inte till tro till vad de säger. Hamashun drog migan. Ljuger alltihopa. Khanom Dadsedan, tu ro khoda be harf man tavajjuh koni. Åklagaren, snälla, tänk på vad jag säger. Ahesh mikonam az shoma. Jag ber er verkligen. Ba in setta zendani 10 sal zendegi kardan ina. Tänk, de har, han har ju bott tillsammans med de här tre fångarna i hela 10 år. Nashnakht ina ro. Kände han inte igen dem. Chi begam? خب دوستان، این سیاوش آدم سیاوازیه، این حمید نوری. بریم با هم دیگه توضیحات مجید جمشیدیت رو بشنویم. حالا اون قسمتی که میگه من حمید نوری فکر میکنید آدم ترسویی ام و فلان و اینا، یاد جیمز باند افتادم. یه لحظه بریم عجب، بریم صحبت مجید جمشیدیت رو بشنویم که حالا حمید نوری اتهام میزنه که چطور این رفقاش رو که سالهای سال باشون زندان بود در دادگاه، خب عکسش رو در دادگاه بهشون در دادگاه انداختن و نشون دادن به مجید جمشیدیت، چرا نشناخته و حالا چطور عکس حمید نوری رو از روی پاسپورت اونجوری که حالا خودش ادعا میکنه شناخته. بریم توضیحاتش رو بشنویم. اینجا اسم دو نفر میاره، مجید حمید نوری که میگه چطور این دو نفر رو که باهاشون سالهای سال زندان بودی و رفیقت بودن عکسشون رو نشناختی، ولی عکس حمید نوری رو از روی عکس پاسپورت شناختی یا از زیر چشمن دیدی. یکی سوال اینه که این شبهه حمید نوری توضیح بده، و دومی سوال اینه که شما حمید نوری اونجا کار میکرده همیشه با چشمن یعنی بودید حمید نوری رو میدیدید شما؟ این دوتا رو جواب بده به من. ببین، اولا عکسی که تو دادگاه نشون دادن عکس سیاه‌سفید قدیمی، شما عکس 33 سال پیش خودتون تصور کنید که ممکنه حتی قیافه خودتون هم نتونید تشخیص بدید. تو عکس، اونم عکس سیاه‌سفید قدیمی، خب طبعا مثلا مختوشه، یعنی زیاد قابل فهم نیست اون عکس. اون یکی، یعنی من مطمئنم شما حتی عکس چون نزدیکترین اقوامتون هم برای 34 سال پیش وقتی به نگاه کنی شاید نتونی وقتی سیاه‌سفید و مختوش باشه درست ببینی. آن تو دادگاه بهتون این عکس رو نشون دادن؟ فرق میکنه با اینکه شما در واقع یک کسی رو از نزدیک ببینی یا عکس رنگی پاسپورت امروزش رو ببینی، که خب به وقتی که این دستگیر شد ما دیدیم و ما من حمید نوری رو این که داره میگه شاید در طول زمان بیشتری حتی از بعضی از دوستان زندان هم دیده باشم، برای اینکه من تو مقاطع مختلف این اون موقعی که سال 62 در واقع نگهبان بند بود که خب چشمن نداشت میداره. آه همینو میخواستم پرسم، شما همیشه حمید نوری از زیر چشمن پس نمیدیدید؟ اینجوری نبود که چشمن باشه؟ زمانی نه چشمن مال زمانی بود اولا که ما رو از توی اتاق یا بندمون میبردن به مسیر اداری یا ملاقات یا بازشویی
یعنی جاهای مختلف درون زندان. ولی وقتی که میام دم بند بود یا توی اتاق بود یا دم دستشویی بود، کار اونجوری داشت، یا ما رو برای امور دادیاری یا حالا مسائل دیگه اداری میبردن توی اتاق دادیاری، خیلی وقتا خب ما چشمن نداشتیم. یه بارش هم که چشمن داشتم گفتم منو برد به اتفاق ناصریان، چشمن منو بعدش در آورد. یک دوم این بحث کردیم چشمنده هست، چشمنده همیشه ما میدیدیم، برای اینکه با نوک بینیمون این چشمنده رو جابجا میکردیم میدیدیم، ولی اینو بدون چشمنده من خیلی دیدم به دفعات خیلی، و من مطمئنم حتی تو دادگاه نگاهش میفهمیدم، اونم منو تشخیص داد حتی. بله چون یه نام خانوادگیتون هم تصحیح میکرد، درست نمیتونست نام... یک بعدم اون تنها منبعی نیستش که بگیم من میشناسم میشنم، این همه بچه زندانی بودن با هم بودیم و اینا همه میدونن که ما هممون با هم اینو میدیدیم، این موضوع یه نفر. و حتی خاطرات کتاب های بچه ها مربوط میشه به قبل از دستگیری حمید نوری که همه ماها اون خاطرات مشترکیم، به خصوص خاطرات بعد از سال 67. نه اینی که داره میگه بی خود می. برای دوستان توضیحات مجید جمشیدیت رو هم شنیدید، حمید نوری یه جور این صحبت میکرد انگار چه کشف بزرگی کرده و چه حقیقتی رو نمایی کرده. اون عکس هم مشخص بود که حالا مربوط به 30-40 سال پیش بود، سیاسفید بود. و اینکه همونطوری هم که مجید جمشیدیت گفت، فاملیش خود سخته، آقا مجید گفت فقط یکی دو نفر که نبودند، ده ها نفر اومدن و این شهادت رو دادن. و اینجوری که این حمید نوری بیان میکنه فقط مجید جمشیدیت که نبوده که این صحبت رو کرده. بریم با هم ادامه گفتگو رو داشته باشیم. آقا مجید، حالا اون چیزای کلی رو که هممون میدونیم تو دات کام داره مطرح میشه، من سوالات در مورد شخص خود یعنی شخصیتش میخوام بپرسم و اون اتفاقاتی که اون سال حالا مخصوصا تابستان 67 افتاد. یکی این که این بابا که این همه حالا هم زندانیانی که با این مثل شما با این آقا سر کار داشتن و این چیزایی که از گوشه کنار میشنویم و همینطور از وقتی که دفاعیاتش انجام میده، مخصوصا ماهایی که خب با این بابا برخورد که نداشتیم فقط شنیدیم، ولی ماهایی که در بر اساس شنیده ها حمید نوری میشناسیم وقتی دفاعیاتش رو گوش کردیم، من فکر نمی کنم کمتر کسی این حالت چندش بهش دست نداده بود. حالا اینکه چقدر آدم خطرناکیه، چقدر آدم دروغگویه، چقدر آدم متملق و چاپلوسیه، همه اینا رو در ریاکتایی که در زمانی که دفاع میکرد و به وضوح میشد دید. اما این چندش بودنش، این احساس بکنی که چقدر خطرناکه این آدم، رو اکثرا احساس کرده بودن. بابت همین سوالم با توجه به این تعریفی که از حمید نوری کردم، میخوام برگردم به اون دوران. اون دوران این آدم با زندانیا، حالا درست ما تعریف شنیدیم که شکنجه میکرد و اینا رو، میخوام در مورد شخصیت این آدم تو برخورد با زندانیا، توی شکنجه ها، توی این عقده‌ای بودنش، این چیزایی که ما احساس کردیم هست، میخوام بیشتر در مورد این صحبت کنی، بیشتر شخصیت درونی این آدم رو بشناسیم به عنوان یکی از قربانیاش. بله ببینید، این کسانی که اون سالها به خصوص، من واقعیتش خب این روزهایی که زندان نبودم، اون سالها به سمتهای بازجویی، زندانبان، رئیس زندان، دادیاری و دادستان انتخاب می شدن، لزومن و صرفن یه مزدور معمولی و یا حتی یه هوادار جمهوری اسلامی معمولی نبودن. شما ببینید از خیلی این همه، حالا اون زمان آدم های معتقد به خمینی و جمهوری اسلامی هم بودن، مزدور هم بودن، ولی از میون اونها قشر خاصی باید وارد این پروسه شکنجه و زندان و این حالت همین شخصیتی که از این ما تو دادگاه میبینیم میشدن و مثل این تو زندان کم نبودن، شاید توی جامعه خیلی کم باشه، حتی توی مزدورای جمهوری اسلامی و یا هوادارای جمهوری اسلامی هم شاید کم باشه، ولی درون زندان این قشراه پیدا میکرد که خودش هم گفت من یه دوستی داشتم که به من پیشنهاد چند جا کار شد و من این انتخاب کردم. یعنی اینا کسانی بودن که
انتخاب میکردن که اینجور چندشاور و وحشی بیرحم و در واقع نوجوان مرد باشن. اون یکی از اون بیرحمی هاش که توی ذهنت مونده رو به ما میگی؟ ببین این مزدوخ یکی نیست، حالا هر همیشه... دو تا سه تا هر چند تایی که فکر میکنی لازمه. این مثلا این همینجوری که داره تعریف میکنه که اینا زنگ میزدن ما ببریمشون دستشویی، خودش هم متوجه نیستش که توی همون دادگاه داره خودشو خیلی با محبت نشون آخ آخ آقا مجید اونجا که میگه بهشون میگفتم خواهش میکنم عزیز دلم، من احساس میکردم زندانیایی که با این برخورد داشتن دارم میترکم، چون که مسخره احساس میکردم میکنه. شما فکر کنید که داره میگه که دقیقاً من میدونم داره مسخره میکنه، در خودش داره ریشخند میزنه، چون این خودش که خودش رو میشناسه. و ببینید این داشت ملت میذاشت که اینها برای اینکه ما رو اذیت کنن بارها در میدادن بیان برن دستشویی. مثلا دستشویی رفتن این زندانی سیاسی خب نباید موزل باشه. چرا شما باید در رو ببرین و دستشویی رو از این زندانیایی که خودت میگی در 30 متر مربع 30 نفر رو شما جا میکردین، یعنی فضای زندگی خواب هر 1 متر مربع برای 1 نفر، چرا باید انقدر سخت باشه که برای دستشویی رفتن به تو بخوان چیز کنن؟ و وقتی این در رو میکرد، یه شیلنگ یا یه کابلی همیشه دستش میده، یه کلیدی که اونو محکم میکنید به در و دیوار با حالت حکومت، در واقع با اون حالت. این یه مقداری هم این وضعیت روحیه که از دادگاهش میبینیم برای اینکه این با کسانی رو در رو شده که احساس میکرده حاکم مال و جان و همه چیز اینا بوده در اون ایام. مثلا برای خود من تو دادگاه هم گفتم زمانی که من دم در اتاق اعدام بودم، اتاق مرگ بودم، برم تو با کلیدی که داشت زد رو شونه من و گفتش که فاتحه تو هم خونده شد برو، یعنی میدونست که به حال از اون اتاق اکثرا میرم برای صحنه اعدام. و یکی از دوستان منو که خواهید دید در آینده نزدیکی، این آنچنان زدتش که یه چشش نابینا شده، من فکر میکنم سه‌شنبه حمید نوری دادگاه. بله سه‌شنبه شما دادگاه محمد خداونده رو خواهید داشت که محمد خداونده میشه اینو تعریف کنی برامون؟ توی یکی از تنبیه هایی که به هر حال این میکرد و همین من دقیق یادم نیست، شما خود شاهد بودی، منظورم اینه دیگه. بله بله و این میزنه و محمد خداونده رو یک چشش رو دست میده که فکر میکنم سه‌شنبه همین هفته یا شاید این به هر حال این هفته دادگاهش خواهد بود و این موضوع رو توضیح میده. مشتبای اختر که نیومد به دادگاه به دلیل اینکه به هر حال دادستان اعلام کردن ظرفیت دادگاه پر شده و یه وقت و جا نداریم، به شدت توسط این در همون ایام های 67 کتک خورد با مشت و لغت و فکر میکنم قابل، و اون توی خاطراتش حتی گفته که اونو زده. و این آدم در وقاحت و رذالتش هیچی رو کم نمیذاشت در اون سالهایی که من شاهد بودم. کوروش خاوری رو سال 62 به شدت کتک زد و اون کوروش اعدام شد تو اتاق 24، همین که داره اتاق 24 بنده فکر میکنم همون یک آموزش با طبقه همکف اول بود. و من زمانی که گفتم تو رو من در اونجا دیدم، استراحت گرفت، رفت با وکیلاش صحبت کرد، برگشت دیگه چیزی نگفت، برای اینکه قطعا به وکیلاش گفته که اون همون جایی بودی که من بودم. و اونجا بود که کوروش خاوری رو خیلی بدجور زد به خاطر اینی که اون کلیه‌هاش بر اثر ضربه های کابل خیلی آسیب دیده بود و مجبور بود که مداومن به دستش. این کابل رو برای ما تعریف میکنید چه جور کابلی بود؟ دقیقا کابل برق، این یه کابل برقی داشتن که خب این کابلای برق فشار قوی منظورته؟ یه کابلای مشکی با قطر فکر میکنم 1 سانتی متر. بعد اینا رو چند تا کابل دوره هم میپیچیدن درسته؟ نه یه کابل 1 سانتی متری نیازی نداره، یه دونشن کافیه. این کابلی که اینا تو شکنجه های بازجویی استفاده میکنن و مادر شکنجه ها کابله.
یعنی شما هر چیزی، هر جایی، در هر چیزی میشنوین، تا اونجایی که من یادمه در اون زمانها، حالا شاید تکنولوژی هم براشون یک کمک رو اومده باشه، ولی در اون سالها ما رو قفونی میکردن، میسوزوندن، ناخون میکشیدن، همه این کار رو میکردن، ولی چیزی که مداومن میتونستن بزنن و یه شکنجه و زجر در واقع مستمری داشت، کابل بود که باعث میشد که کلیه ها اکار بیفته و دیالیز بشن اکثرا بچه ها. من خودم تا مرز دیالیز رفتم در زمان بازجویان. و چرا به کلیه ها دارد. به کلیه ها یعنی آسیب چرا؟ چون که به کلیه ها میزدن با کابل، به این دلیل بود؟ کابل نه، به قدر این کابل جریان خون رو به هم میزه تو بدن که خون وارد کلیه میشه، کلیه کارش از دست میده. و این اصلا خیلی نرماله، زندانی سیاسی میدونن که دیالیز یا دیالیز چی هست. آقا مجید، اون موقع من الان اینایی که میگی و واقعا خیلی ناراحت کننده است، این شده بود زندانی طاقت نیاره خودکشی کنه زیر این فشارا؟ من بخوام وارد اون بحثا بشم که اون خودش کتاب هاست، یعنی ما باید بشینیم ساعت ها با هم حرف بزنیم. زندانی ها بله، به خاطر اینه که قدرت شکنجه بیش از اکثرا توان انسانه، اون چیزی که ما تو کتاب ها و فیلم های حماسی میبینیم واقعیت داره، ولی خیلی کار آسونی نیست. بنابراین که باز شکنجه شده تلاش میکنه که خودشو بکشه. اگر شنیده باشید اکثر زندانی سیاسی قبل از دستگیریشون سیانور داشتن، اونایی که خب خیلی فعال تر بودن، تو من نبودم هرگز، و سعی میکردن در اولین فرصت این سیانور رو بجوند وارد خونشون بشه، کشتشن که زیر شکنجه نرن. من خودم یه زندانی سیاسی چپ رو دیدم که به قدری این یه چوب گیرش اومده بود، به فرق سر خودش با این چوب زده بود که از زیر شکنجه ها نجات پیدا کنه، که باز هم اینها در واقع مرگش رو نجاتش دادن که بتونن شکنجهش کنن، و نهایتا هم مرد اون زندانی چپ. بخوام وارد این بحث بشم؟ بله. طولانیه، ولی این خیلی طولانیه. بله. من آقا مجید یه سوال دیگه هم به ذهن من میرسه، من دوست دارم اینو برای اون باز بکنی. اون مقطع تابستان 67، یعنی شما جلوی هیئت مرگ رفتید، اولا میخوام بیشتر برام باز بکنی که نمیخوام جزئیاتو بگی، فقط در مورد حمید نوری و رفتار حمید نوری، یعنی فقط فوکوس روی این باشه. این حمید نوری چه حال و هوایی داشت؟ چی کار میکرد؟ باهاتون چه جوری صحبت میکرد؟ ببینید توی گوهردشت لااقل وقتی که این هیئت تشکیل میشد، هیئت میشه توی اتاقی و ابزارهای در واقع، اگه لطف کنی اعضای هیئت هم بهمون بگو که ما متوجه بشیم. اعضای هیئت که خب حالا بارها تو دادگاه شنیدیم، ولی اشراقی بوده که دادستان بود، نیری بود، حیدری بود که نماینده وزارت اطلاعات بود، رئیسی بود که نماینده دادستانی بود، شوشتری بود و رئیسی با لباس شخصی بود، درسته؟ بعضی وقتا مثل که شخصی می اومد، بعضی وقتا با لباس آخوندی می اومد. بله. و این هیئت بود. هیئت خب کارش این بود بشینه اونجا تو اون اتاق، به قولی که دوستانم رو زورم شده کباب و جوی کباب ببرم بخورم مفصل، و پرونده زندانی ها رو با خود زندانی ها رو گروه گروه بیارن و اینا حکم های اعدام رو در صورت که تشخیص بدن صادر کنن، که حکم اعدام بر اساس اون اظهارات محکوم کردن یا نکردن در مورد گروه های چپ هم که نماز میخونن یا میخونن، مسلمونن یا مرتدن. حمید نوری به اتفاق لشکری و ناصریان و حالا شاید یه سری بازجو پاسدارهای جز هم بودن این وسط ها، ولی اینا اصلی ترین عناصر انتخاب کننده زندانی ها برای اون اتاق های مرگ بودن. برای اینکه اون اتاق هیئت مرگ وقتی اینو نداشت که کل زندانی ها با هم برن توش، بنابراین اینا انتخاب میکردن در یه درجه و میبردن اون تو. حالا اگر یه زندانی انتخاب نمیشد برای اون تو، چه خب هیچ، ولی اگه زندانی انتخاب میشد و اون تو بر اساس موازش اصرار میکرد
و تأکید میکرد به گفته هاش به قبل، اون میرفت به اعدام. و اگر کسی تو این فاصله که به اون هیئت رفته بود پشیمون شده بود در یه خود کوتاه میامد، من جمله خود من، اینا خود دیگه از زیر اعدام در میرفتن. و حمید نوری در واقع ابزار و ماشین در واقع جنگی و تهیه این آدم ها برای اون هیئت بود. و این میزد، تأخیر میکرد، در واقع کری میخوند با همین چندشی که میخوند. خوشحال بود، درسته؟ خوشحال بود. و این استادش البته ناصریان بود، استادش، مربیش، معبودش، همین چیزش ناصریان بود. و نمیدونم شما نواری رو که ناصریان فرستاده که من بگیم، بله بله گوش کردم، بله گوش کردی یا نه؟ خب اون نوارمون داده که اینجوری خلاصش کنه از زیر اعدام، از زیر ببخشید، از زیر دادگاه. ولی به هر حال ارتباط انقدر تنگاتنگ بوده که من تو بهش گفته نرو به این مسافرت. شما همین چندشی رو که از این الان داریم میبینید تو دادگاه با قدرت نمایی و حاکمیت در واقع توی زندان ما میدید. آقا مجید یه چیزی اشاره کردی جالب بود، این که گفتی خب چون که هیئت محکوم نمیشناخت زندانیا رو و وظیفه شناسایی و انتخاب بر عهده این گروه حمید نوری و ناصریان و اینها بود، اینا یعنی میخوای بگی اینا همه اون زندانیان مجاهد و چپ رو نیوردن اون سال که جلوی هیئت مرگ؟ نه پروسه این بود که من تو دادگاه هم گفتم این سه نفر به طور مشخص با زندانیا برخورد میکردن و از میون زندانیا انتخاب میکردن بر اون هیئت مرد. حالا یه زندانی همون در برخورد اولیه که بهش میگفتن محکوم میکنی میگفت میکنم، مصاحبه میکنی میگفت میکنم. خب این میشد که جدای حالا اون معیارهایی که حالا محکوم میکنی، این چیزایی که میگی از روی چون که برها با شما زندگی میکردن به نوعی دیگه، از روی این که حالا قبلا مثلا یه سابقه با اون زندانی داشت، سابقه درگیری داشت، بخواد مثلا متوجه میشی میگم بخواد اذیت کنه اون زندانی حتما بکشه؟ آره دقیقا میشد شرط که اینا بیشتر یه زندانی رو هول بدن به سمت اینی که اعدام بشه، یعنی دیگه گوشت و ریش و قیشی دست اینا بود. و اون ریپورتی که به دادگاه میدادن، اگه دادگاه مثلا از من سه دفعه سوال میکرد که من مطلق بگم محکوم میکنم، از اون آدم دیگه مثلا شاید خیلی سرسری رد میشد. و من شنیدم که حتی بعضی ها قبول هم کردن و اعدام شدن، تک و توک موارد اینجوری هم بوده. و مثلا بعضی ها بودن چون سه تا چهار تا برادر بودن، مثل رزاقی، خب یه دونه از اون برادر باقی مونده بود، شاید زیاد فشار نمی آوردن. ولی این که بر اساس کینه شونده باشه کاملا امر طبیعی بود. آره کینه، من حرفو من لغتو گم کرده بودم، از روی کینه منظورم بود کاملا. شما الان تو دادگاه قشنگ از طرز صحبت این میتونی بفهمی که این که اونجا الان تو اون دادگاه قدرتی نداره اینجور حرف میزنه، زمانی که اینا قدرت خدای بلا منازع زندان بودن چه هم میکردن. درسته آقا مجید. در مورد ناصریان هم میخوام اگه امکان داره یه مقدار به اون توضیح بدی، در مورد شخصیتش، در مورد کارهایی که اون مقطع زمانی میکرد و رابطهش با حمید نوری، اگر کوتاه توضیح بدی ممنون میشه. ببین ناصریان و شما یک در واقع عنصر مربی استاد و ولی نعمت این فرض بگیم. آره مشخص حمید نوری خیلی ارادت داره بهش. بله. و اون هر چقدر شما این حالت چندش و رضالت رو از این میبینید، چند برابرش رو از ناصریان میدیدید. شاید من بازجو بود در ابتدا، ناصریان اول توی شعبات بازجوی کار بازجوی انجام میداد. اون موقع لباس شخصی بود نه آقا حمید؟ بله شخصی بود، پس که بعدها به درجه قضاوت و بازی رسید، اونم پاداش. نه منظورم آخون بودنشه، میگم بعدها آخون شد. نه لباسش هم شخصی، نه لباسش هم شخصی بود، اصلا آخون نبود. یا ما هیچ وقت با لباس آخون خب دیگه، یعنی منظورم این که بعد از زمان شما آخون شد، درسته؟ بله. آیا بسیار چندشاوری داشت، رفتارش با خانواده ها خیلی چندشاور بود. ناصریان و حمید نوری جدا از زندانیان خانواده ها رو خیلی رنجوندن. من یه داستانی بود که به هر حال توی دادگاه
نگفتم، یعنی فکر نمیخواستم خیلی دادگاه رو خسته کنم. الان بفهمم پدرم که اتفاقا پدرم گفت او چرا موضوع رو نگفتی، گفتم دیگه میخواستم دادگاه زیاد شخصی نباشه برای من. و اون این بود که توی یکم ملاقاتایی که تو گوهردشت بود، من مادرم به خاطر قند بالا کاملا نابینا شده بود و اینها موافقت کرده بودن که یک باری به جای اون شیشه هایی که ما از پشت شیشه ها که حتما تو فیلم ها دیدیم خونه آدم رو ببینیم، مادرم رو از نزدیک من ببینم، که در واقع سالهای آخر عمرش هم بود، شاید یک دو سال بعد رفت. و این خواسته پدرم بود و مادرم خب چون اصلا نمیتونست من ببین. تصادفاً عمه من که خب خیلی دوستش بعد از 7-8 سال منو ببینه اومده بود و خودش رو به جای خواهرم جا زده بود که بیا تو، چون که اجازه نمیدادن به جز خواهر برادر و پدر مادر کسی به ملاقات همون شیشه بیاد. و وقتی که تو راهروهای پشت در واقع اون بر کابین مادرم داشت می آمد که منو از اون بر ببینه، عمم خواست به طور حالا فکر می کرد که می تونه یه جورایی باش بیاد، همراهش رو افتاد بیاد این بر که من از نزدیک ببینه، که مثل که حمید من اون بر نبودم، حمید عباسیان می بینتش و به شکل خیلی بیرحمانهی اینا رو هول میده، مادرم هم هول میده و اون ملاقات رو کنسل میکنه و من هرچ اینجا نشستم دیدم مادرم نیومد، که بعد اومد به من گفت باشو برو گم شو تو بندت، که این کنسل شد برای اینکه مادرت اینا تقلب کرد. و در واقع ما اون آخرین دیدارمون هم از با مادرمون محروم شدیم در این حادثه. بله آقا مجید، من خیلی دیگه نمیخوام وقت ده بگیرم، به عنوان من آخرین سوال ازت میپرسم، این به عنوان یکی از قربانیان اون سیستم و از همه مهمتر حالا اگر بخوایم شخصی کنیم حمید نوری، چه انتظاری از دادگاه داری در قبال حکمی که حالا در آینده صادر خواهد شد، و اینکه اگر حمید نوری چه کار بکند شما حالا نمیگم ببخشی ولی دلت آرومتر میشه و حالا احساس میکنی که میتونی حالا شاید چشمتو ببندی روی گذشته؟ عرضم به حضورت در درجه اول من تو دادگاه هم گفتم بخشیدن حمید نوری به عنوان یکی از جانی ها، نه تنها جانی، کار من نیست، این مربوط میشه به اون همه خانواده هایی که در واقع هنوز دنبال جنازه بچه ها در درجه اول، ولی من فکر میکنم این سابقه داشته در مورد بقیه کسانی که در آشویتس و جنایتکارهای نازیست هم به میزان همکاریشون که من بعید میدونم از یه همچین آدم بقی و بیشرافتی که بخواد بکنه، من که به تنهایی تصمیم گیرنده نیستم، ولی فکر میکنم این اگر حداقل بیاد جنازه ها رو بگه، همکاری کنه، مکان جنازه ها رو بگه، یه سری اطلاعاتی که معلوم قطعا میدونه راجبه خانواده هایی که سال هاست در به درن و منتظرن و چشم بذارن بده، فکر میکنم که به حال میتونه تخفیف بگیره. در غیر این صورت حکم این آدم قطعا ابد خواهد بود و من هم انتظارم اینه. و اصلا واقعیتش من خب پس فکر میکنی چرا تا به حال این کار نکرده از جمهوری اسلامی انقدر هنوز، یعنی چرا داره به جمهوری اسلامی نشون میده که هنوز وفا داره بهشون؟ دلیلش چیه؟ با اینکه خب شاید خیلی ها بدونن که این از این دادگاه بیرون نخواهد اومد، یعنی از زندان بیرون نخواهد اومد. برای اینکه جمهوری اسلامی به اینا آموخته و اولین روز دادگاه هم سفیر ایران ملاقاتش رفت که ما حتی اگر تو حکم هم بگیری و حتی اگه زندان هم بری، حالا یک سال دو سال یا هر چند سال، بالاخره میتونی معاملت کنیم در یکی از معاملات سیاسیمون. والا و این اتفاق افتاده قبلا، متاسفانه دولت‌های غربی معاملات رو انجام دادن و این آموزش گرفتن و اینا میدونن که اگر زبون ببندن نهایتا ممکنه جمهوری اسلامی
حالا تو یک زمانی معامله کنه و این نجاتش بده، چون این اگر بخواد اعتراف کنه حتی بعد از حکم کم هم بگیره آزاد هم بشه و هر حال توی خارج از کشور بدون پول و امکانات که نمیتونه زندگی کنه و راهی که براش و خودش ترسیم کرده که خب در ابتدا باید بی وجدان باشه، بی شرافت باشه که این راهو بره و که هست اینه که کامل و تمام عیار سمت جمهوری اسلامی بره. ولی برای من اهمیت اصلی این محکومیت خیلی شخص حمید نوری نیست. محکوم شدن این جنایت در یک دادگاه حقوقی در مهد آزادی و اروپاست که میتونه توی تاریخ ثبت بشه. من از روز اولی که شنیدم این دستگیر شده، صرف نظر از اینکه کی چی چجور این دستگیر شده، کیا دست داشتن، چه اتفاقی افتاده، برام این اهمیت داشت و هنوزش هم این برام مهمه. باشه آقا مجید، خیلی ممنونم ازت. اگه حرف خاصی داری، نکته‌ای مونده؟ نه خیلی ممنون، دست درد نکنه که تو زحمت میکشید. مخلصم. بعد از 32 سال انتشار این مطالب و این چیزها به نظر من کمکیه به بازمانده ها، به قربانی ها و به تاریخ ما که نقص داره تو این زمینه. خیلی ممنون. بله دوستان، صحبت‌های مجید جمشیدیت رو شنیدیم. صحبت‌های جدیدی بود. من همونطوری که عرض کردم اولش، هم خواستم فضا دوستانه باشه، هم از یه منظری که دادگاه زیاد بهش نمی‌پردازه، یعنی خود شخصیت حمید نوری، اون اوضاعی که در تابستان 67 این زندانیان باش برخورد داشتن و از همه مهمتر خاطرات و روایت‌هایی که در اون برهه زمانی، اون چند ماهی که این کشتار انجام شده بود، رو در مواجهه با حمید نوری و مخصوصا ناصریان در ذهنشون مونده بیان بکنن. اینها روایت باید بمونه، هم از جهت تاریخ شفاهی مهمه و هم از این جهت که روزی اگر که نه 100% این اسباب دادخواهی این همین دادگاه حمید نوری در مملکت خودمون مهیا شد، تک تک این روایت ها به درد میخوره و میشه در دادگاه استفاده کرد. خیلی ممنونم از اینکه حمایت میکنید از صفحه، خیلی ممنونم از اینکه با ما هستید. من همونطوری که عرض کردم، ما دیگه دادگاه رو نشون نمیدیم و خلاصم حالا الان خود رویم خرابه، ولی اگر شروع کنیم باز به خلاصه دادگاه، از این بعد در صفحه دوم میذاریم. من لینک صفحه دوم رو اینجا میذارم براتون. ما یه حدود یک ماه در صفحه دوم ویدیویی نمیذاشتیم، بابت این به اصطلاح همچین زنده نیستیم صفحه. خیلی ممنونتون میشم اگر حمایت بکنید از صفحه دوم ما و برید پست‌ها رو نگاه بکنید. من دو سه تا پست جدید گذاشتم، مخصوصا در مورد زندگی نامه علی خامنه‌ای که حدود 20 قسمت 7 8 10 دقیقه‌ای است به روایت مراد ویسی. خیلی ویدیوهای جالب و روایت‌های عالی هستش. خوشحال میشم که برید اونجا حمایت بکنید. اگر ببینم حمایت هستش در صفحه دوم، برای شاید انگیزه ای بشه که ما بتونیم خلاصه دادگاه رو باز مثل گذشته بذاریم. اما اگر راضی بودید از این گفتگو و دوست داشتید که ادامه پیدا بکنه، در کامنت ها برای من بنویسید که ما این گفتگوها رو به صورت سلسله گفتگوها ادامه بدیم با شاهدین دیگه و قربانیان دیگر حمید نوری در تابستان 67. خیلی مخلصم، دم همتون گرم، مراقب خودتون باشید. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود.